موضوع برنامه ما مثل همیشه شگفتی های آفرینش یا آیتم با هم دیگه داریم. دست شنبه ها دو آیتم صحبت میکنیم، اما موضوع برنامه ما چی هستن از غزل جان میشنویم. بله، امروز میخوایم بفهمیم که اون حیواناتی که شکارچی هستن چه رقم شکار میکنن و یکی بهتر براتون بگم نحوه شکار و حیوانات چه رقمی هست. بله، که مثلا بعضی از خب همه حیوانات هستن که بالاخره مثل ما غذا خودم میخوان پیدا بکنن. بله. و تغذیه‌ای که دارن اون رو نفع بسازن، پس در صورت اینا نیاز به شکار دارن. پس بعضی از حیوانات ما انتخاب کردیم و میخوایم در مورد نحوه یا شیوه شکار برای شما معلومات بدیم و با هم دیگه بجنگیم. فلوتی چی؟ میخوایم از همه حیوانات بگیم، از چند تا حیوان یک چند تاشون. بله، از چند تاشون. بله، یک چند تاشون. مشخص یک دونه نمگین، چند دونه معلومات میده؟ بله، بله. فلوتی هر چقدر که زمان برنامه ما باشه ما به دوستای ما میگیم تو با هم دیگه معلومات جمع بکنی و دوستای ما حتی اگر علاقه داشته باشن میتونن در مورد حیوانات دیگه هم خودشان معلومات جمع بکنن و در موردش بدونن. من بسیار مشتاقانه منتظر هستم. بله، دیدم میشه فلوتی. پس شروع کنیم؟ شروع کنیم. بله، اولین حیوانی که میخوایم بگیم که چه رقم شکار میکنه گهواره جنبان یا میتونیم بگیم که مانتیس است. بله. همون رقمی که میفهمیم گهواره جنبان یا مانتیس میتونه مدت خیلی زیادی ره بدون آب و غذا دوام بیاره، یعنی که کمترین آب و غذا را مصرف استفاده میکنه و میتونه که مدت خیلی زیادی هم از او استفاده کنه و بیشتر در مابین لابلاهای درخت ها و شاخه ها و اینا زندگی میکنن. بله. پس ما میتونیم بگیم که از همین طریق تغییر شکل که کم و تون میتونیم بهش بگیم تغییر شکل، از این که خود شبیه برگ و شاخه ها درست میکنه میتونیم بگیم از این طریق میتونه که حیوانات شکار بله بکنه. البته غزل جان اگر یاد ما باشه و دوستمون که همیشه با ما همراه هستن، هفته قبلی در مورد استتان ما صحبت بله. کردیم و استتان هم که فهمیدیم بعضی از حیوانات هستن مثل همین مانچیس یا گهواره جنبان که گفتیم، اگر دقت کنیم مثلا همین بالش اگر ببینیم یا پاهایش مثل شاخچه‌های درخت هستن. پس زمانی که در روی درخت مثلا اونجا باشن یا بشینن یا بخواین که مثلا شکار بکنن، اصلا ما نمیتونیم تشخیص بدیم که یک گهواره جنبان در اینجا وجود داره. بله. پس در صورت اینا میتونیم استتار بگیم و یکی از میتونیم بردهای این مثلا گهواره جنبان همین رو بگیم که برای حتی میتونه شکار بکنه و تومی خود گیر بندازه همین هست که در لابلای درخت همچنین که شاخچه‌های درخت اونجا قرار میگیره و دیده هم نمیشه. بله، پس ما میتونیم بگیم که یکی از راه‌های همین شکار کردن استتاری حیوان به حساب میاد. بله، و فلودی جان یوم بیادب است. یعنی چی شده؟ نظر شخصیم بود فاطمه جان. فلودی، ما گپ نزده بودیم که دیگه از این کلمات استفاده نکنی. خب بالاخره اینم باید غذای خود پیدا بکنه. بله، یه غزل او چه قسم شکار کنه؟ خب باید این قسم شکار کنه. ایره من گفتم فولی دیره من بله، گفتم. بله، فهمیدم. خود بعدی شد. بله، فهمیدم که چه شخصی هست دیگه غزل جون. خود ما بفهمیم دیگه. بله. اما به هر حال دوستای خوبم با هم دیگه فهمیدم و یک نکته که در رابطه با گپ فولی که یادم اومد این هست که هر موجود زنده یک طبیعت خاص خودش داره. مثلا حیوانات هم از این طریق یا حشرات یا مثلا پرندگان از این طریق میتونن که غذا خود پیدا بکنن و ما انسان ها هم طریقای مختلفی داریم. مثلا میتونیم که غذا رو پخته کنیم و میتونه که طبیعت ما باشه. بله. پس ما گفتم میتونیم که این مانتیس یا گهواره جنبان خودو به شکل یک شاخه در میاره و وقتی که تومه مورد نظرش پیش اومد اونا میتونه شکار کنه، یعنی از طریق دستای خود میتونیم بگیم اونا شکار میکنه و به آرامی اونا استفاده میکنه. بله، فوق العاده هنر داره. بله. بله. یک چیز دیگه هم که جالب هست این هست که این گهواره جنبان یا مانتیس یک هنر دیگه ای که داره، یک مهارت دیگه ای در وقت شکار داره که هست که او پرش یا خیزی که میزنه بسیار دقیق و سرعت بالایی داره. از همین خاطر هست که فولادی براحتی میتونه مثلا همون شکاری که میخواد بکنه بین زمین و هوا براحتی اون رو شکار بکنه و بتونه اون شکار خود کنترل کنه. بله، و اما اون حشراتی که این گهواره جنبان یا مانتیس شکار کنه عبارتند از شتم، مگس، جیرجیرک، جولای، ملخ، زنبور، پروانه و حتی میتونیم بگیم که جیرجیرک هایی که خیلی خردتر از خودش هستک اونا رو میتونه بخوره و یا جیرجیرک هایی که میتونیم بگیم بزرگتر هستن جستشان اونا میتونن که حشرات بزرگتری رو هم شکار بکنن. بله، که دوستای خوبم تا اینجا در مورد گهواره جنبان یا مانتیس با هم دیگه معلومات جمع کردیم، اما حیوانات دیگه هم وجود دارن که میخوایم با هم دیگه در موردش بدانیم. درباره شکار حیوانی که چه قسم شکار میکنه البته از گهواره جنبان یا مانتیس فهمیدیم، ولی اما میایم طرف آفتاب پرست. بله، یک حیوان دیگه به نام آفتاب پرست وجود داره که بله فلوتی میتونیم خزنده بگیم. بله، یک نوع خزنده است و یک نوع سوسمار است. بله، که ما میشناسیم اینا
و یک شکار جالبی داره و خیلی بیشتر ما با این حیوان آشنا هستیم چون در کارتونیا دیدیم و بعد ما مستند دیدیم. این حیوان یک رقم است که با چشمان برجک مانندش و ما یک چشمان چه رقم میگیم؟ اگر به طور عامیانه بگیم یک سری چشمان هستن مثلا بیرون زدگی دارن، بله اون چشمان رو برجک مانند میگیم که این خزنده یا همین آفتاب پرست میتونه با استفاده از همین چشما براحتی بتونه که ببینه و این تومه ای که مثلا در حال حرکت هست براحتی رو شناسایی بکنه. بله در عین حال دو جای دیدم میتونه. بله و چیزی که جالب هست در مورد چشمی آفتاب پرست این هست که خب زمانی که ما خود ما رو مثلا ببینیم این هست که مثلا میتونیم دور و بر خود براحتی ببینیم، اما اینا یه رقم هستن که یک چشمش میتونه یک طرفه ببینه و یک چشمش دیگه طرفه. و یک ویدیو با هم دیگه ببینیم که از طریق زبانش میتونه براحتی شکار بکنه. پس یکی از برج‌های این حیوان این هست که زبانش دراز هست و بله. چسبندگی داره، پس براحتی میتونه شکار بکنه. بله پس توسط او چشمایی که میتونه دو تا جهت همزمان ببینه، بله یکی که توسط او زبانی که میتونه خیلی دراز شوه، توسط از دو تا میتونه که تومه مورد نظرش به خوبی شکار بکنه. خیلی امی بی‌تربیه است. فولادی؟ خب زبان درازه دیگه. خب شما میگین زبان درازی خوب نیست. خب درسته است ولی طبیعتش همین است. اول توجه ندادیم؟ فولادی این زبان دراز اون زبان دراز نیسته. بله خب سعیستیم به ادب نیست. بله نیست دیگه فولادی، چون طبیعتش هست ما میگیم که بالاخره آفتاپرست خود دیگه بی ادب نیست فهمیدو میتونه که شکار بکنه. بله بریم طرف حیوان بعدی. بله حیوان بعدی ما یا میتونیم بگیم حشره بعدی ما مورچه‌گیر است. بله. حشره ای است که چنگال‌هاش، یعنی هم ما میتونیم بگیم بجای دست چنگال داره، چنگالش به قسم انبر شکل است. میتونیم بگیم که چرقمی شکار میکنه، گودال‌های خیلی عمیق درست میکنه. بله. و وقتی که یک حشره بیشتر میتونیم بگیم مورچه داخل اون میفته دیگه نمیتونه از اون بیرون شود. بله. و این حیوان مورچه‌گیره که ما دیدیم یک دوست خوبه مگر دقت بکنیم یک عکس هم هست و همچنین که کلیپ هم ما داریم که براتون نشون میدیم و اگر دقت کنیم یک دیواری میسازه که این دیوار لغزنده هست و مثلا هر حیوان دیگه مثلا دینجا بیه دیگه بیرون شده نمیتونه و از این طریق یک دیوار جور میکنه، یک چاله یا گودال جور میکنه که مثلا زمانی که تومه اونجا قرار بگیره دیگه بیرون شده نمیتونه و براحتی میتونه این مورچه‌گیر از اون تومه استفاده کنه. واقعا کارشون بسیار جالبه. بله فریدی میتونه یکی از طریقای شکار باشه. و دوست خوبه میگه اودالی که جور میکنه به نام تاس لغزنده است. همینطور گفتیم دیواره های صاف و لغزنده داره که اون مورچه‌ای که مثلا میاد دیگه بیرون شده نمیتونه و همچنین که این حشره به نام جانور تاس لغزنده گفته شده است یا شناخته میشه. بله پس میریم روی حیوان یا حشره بعدی. بله. میگیم که حیوان بعدی ما هست ماهی کمانگیر. این حیوان ما چه قسمه از حشراتی که بیرون از آب هستن، یعنی میتونیم بگیم که در یه سطح آب پرواز میکنن اونا رو میتونه شکار کنه و این خیلی جالب هست، یعنی یکی از بردهای این ماهی میتونیم بگیم که باشه. و همچنین که این ماهی کمانگیر توسط آب دهان خود به سمت حشراتی که همونجوری که قزلجان برام گفتن مثلا حشراتی که در حال پرواز باشه میتونه توسط آب دهان خود که حالت چسبندگی داره میتونه برایتی اونا رو شکار بکنه. بله و میریم طرف حیوان بعدی به نام هزارپای غولپیکر آمازون. این هزارپا که هست میتونه بگیم یک هزارپای غولپیکر و بزرگی هست که دارای پاهای زهرالود هست و معمولا برای سطح غارها و همچنینی که این پاهای زهرالود رو در بدن خفاش ها فرو کرده، یعنی که بیشتر از خفاش ها استفاده میکنن. بله. و زمانی که در بدن خفاش های پاها رو فرو میکنن میتونن که خفاش ها رو شکار کنن. بله خفاش میخوره؟ بله بیشتر خفاش میخوره. بریم طرف حیوان بعدی. بله حیوان بعدی ما هست میگوی دریایی. میگیم که این جانور با کمین کردن در عمق دریا و با انجام دادن یک حرکت بسیار سریع میتونه تومه خود را جار در جا قورت بده، یعنی میتونیم بگیم که بدون اینکه ای جو حیوان یا تومه میبلعه دیگه. بله میبلعه بدون اینکه ای جو را بتونیم بگیم که بجوه یا چند دقیقه دان خود نگاه کنه مستقیم میبلعه. خب حتما نمیجوه دل دردم نمیشه. نمیفهم دیگه فولی دی شاید همون قسم باشه. میتونیم بچون گفته نه دیگه فولی دل درده ما نگفتیم همجور که طبیعتش هست پس اونو مستقیم میبلن و بعضی از حیوانات دیگه هم و همین صورت هستن و این میگویی که گفتیم دوسته خوبم این توسط چنگ هایی که داره، یعنی سرعت این چنگ هاش میتونه بسیار سریع باشه که حتی در بین حیوانات هم سریع ترین چنگ ها رو همین میگو داره که بله و اگه بخوایم حساب کنیم در حدود 80 کیلومتر در ساعت را میتونیم بگیم که چنگال های زی بسیار سرعت تیزی داره. بله و حیوان بعدی ای است که عنکبوت یا جولای سیاه. این عنکبوت یا جولای سیاه اکثرا یا بیشتر در
تونل ها و همچنین که پشت دروازه ها پنهان شده و به محض از اینکه مثلا همون شکار یا تومه یا مثلا حشره یا موجودی که میخواد شکار بکنه و محضی که از پیش ریش تر شد او را مثلا اگر در تونل باشه او را کش میکنه و همچنین که نوش جان میفرماید. بله، یعنی که مستقیم داخل یک تونل یا یک حفری خود میگیره و تا که تومه خود را میبینه او را جا در جا شکار میکنه. بله دقیقاً. و حیوان بعدی در مورد اژدها ماهی هست که دوستای خوبم در عمق آب بعضی از موجودات هستن که نور آبی را تشخیص داده میتونه، یعنی توانایی دیدن نور آبی را داره. بله. که همچنان یک موجود دیگه به نام اژدها ماهی وجود دارد که قابلیت خاصی در چشمه‌ای از این هست که میتونه دوربین حرارتی را اگر ما بعضی ما باهاش آشنا باشیم یک رنگ سرخ را برامون نشون میده که مثلا بله. نشانی از حرارت هست. زمانی که مثلا یک موجود زنده باشه یک حرارتی از خود مثلا وجود داره در بینش یا مثلا دور و برش که نشون میده که این موجود زنده هست و اون رنگ سرخ داره. یعنی مثلا اگر دوربینای حرارتی ما چند تا در بازی هم دیده باشیم رنگ سرخ دیده میتونیم، پس زیادتر در بخش نظامی را استفاده میکنن و همچنان اژدها ماهی هم این خصوصیت و این قابلیت خاص داره تا بتونه که رنگ سرخ تشخیص بده و از همین لحاظ است که زمانی که بسیار هم تاریک باشه بله. بتونه که تومه خود شکار بکنه. بله، پس ما میتونیم بگیم که این توانایی دیده همین مار آبی یا همین اژدهای ماهی میتونیم بگیم این میتونه بهش کمک کنه که تومه خود را بسیار به راحتی شکار کنه. بله دقیقاً. بریم طرف حیوان بعدی. بله، حیوان بعدی ما هست مار آبی که میتونیم بگیم که زمانی که ماهی ها دماوین آب به احساس خطر میکنه این مار آبی ما شروع میکنه به اینکه بره و حیوان را شکار بکنه. بله دقیقاً. دوستای خوبم این بود از آخرین حیوانی که برای شما گفتیم. البته دو تا دیگه مانده اما چون وقت ما تمام هست دیگه نمیتونیم در موردش برای شما معلومات بدیم و اینم بگویم که حیوانات زیادی هست که ما باید با نحوه شکارشون آشنا شیم و بیشتر میتونه برای ما جالب باشه. بله فولیدی، حتی ممکن است که بعضی اوقات با همین موجودات ما مثلا سر بخوریم برخورد بکنیم، باید بدونیم که اونا مثلا چرا خم شکار میکنن تو عزیزشون فرار بکنیم. بله. و دوستای خوبم این بود از معلومات امروزی که برای شما دادیم. ان شاء الله که بتونیم چیز خوبی یاد بگیریم و خودتون هم کنجکاو بشین و برین بیشتر تحقیق بکنین. Thank you.